سلام بچه ها، چطورین؟ به کانال خودتون وی تله خوش اومدین. مادرم رفته مسافرت، بابام تنهاست، اومدم پیشش که تنها نمونه گریه کن. عصر دلش هوای کیک کرده، گفتم یه کیک گلاب و هل درست کنم، شما با من همراه باشید. موادی که احتیاج داریم: 2.5 لیوان آرده که من مثل همیشه از آرد سنگک استفاده میکنم، 1/2 پیمانه یا همون لیوان فرانسوی روغن مایه، 1/4 پیمانه گلاب، 2 قاشق چای خوری بکینگ پود، 1/2 قاشق چای خوری وانیل، 1 قاشق چای خوری پودر هل، 1 پیمانه شکر، 3 عدد تخم مرغ بزرگ، یعنی درشت باشه، اگر که ریز هستش 4 عدد زعفران دم کرده، 1 قاشق غذاخوری، باز بستگی به رنگ زعفرانتون داره، بعد یه مقدار رنگ کیکو عوض کنه. 1 پیمانه شیر میخوایم، باز بستگی به آردتون داره این شیر، اگر آردتون مثل من آرد سبوسدار باشه شاید 1 پیمانه کامل بعد بریزین، اگر از آرد شیرینی پزی استفاده میکنی امکان داره کمتر بریزین. حالا بریم درستش کنیم. مواد رو باید حتما یه نیم ساعت قبل بذاریم بیرون که دمای محیط برسه. من چون تخم مرغم ریزه از 4 تخم مرغ استفاده میکنم. شکر، وانیل با دور تند همزم میزنیم تا کرم رنگ و کشدار بشه. حالا نوبت اینه که روغن مایه رو اضافه کنیم. حالا پودر هل، زعفران دم کرده، گلاب، حالا بیکینگ پودر و آرد رو با هم ترکیب میکنیم. من آرد رو قبلا علک کردم. حالا مرحله مرحله با شیر به موادمون اضافه میکنیم. مایه کیکمون الان آماده شده. حالا باید بریزیم تو قالب. قالب رو با کره چرب کردم. حالا اگه کره نداشتین با روغن نباتی هم چرب کنین خیلی خوب میشه، ولی روغن مایه باعث میشه که کف کیک بسوزه. بعد چرب کنین و آرد پاشی کنین که راحت‌تر کیکتون از تو قالب در بیاد. همیشه هم از کناره ها کیک رو توی قالب بریزیم. 3 بار قالب رو به صفحه کارمون میزنیم و میریم میزنیم داخل فری که از 1 روز قبل با دمای 160 درجه سانتیگراد گرم کردین به مدت 35 تا 40 دقیقه. ولی مامان چون فر نداره و سولاردوم داره، من دیگه زمانشو برای کیک تنظیم کردم و میرم میزنم داخلش. بریم بزنیم داخلش. این قرمز شد. نه زنم به دروغ ببین دروغ هم برم دروغ هم برم. حالا میخوام برای کیک یه سس درست کنم.
موادی که احتیاج داریم رو ببینیم. کره 30 گرم، گلاب 1 قاشق غذاخوری، پودر قند 2 قاشق غذاخوری، نشاسته گل 1.5 قاشق غذاخوری، شیرم 1/2 پیمانه. شما میتونید از نشاسته ذرت هم به جای نشاسته گل استفاده کنید. حالا بریم درستش. خب اول شیر سرد و با نشاسته با هم ترکیب کنید تا کاملا نشاسته توی شیر حل بشه. خب میریم رو حرارت، شروع میکنیم به هم زدن تا یه مقدار خودشو بگیره. حالا پودر قند رو اضافه میکنم، دوباره به هم زدنم ادامه میدم. حالا نوبت اینه که کره رو اضافه کنم. اینم از گلاب. دیگه کارمون تمومه، میذاریم خنک بشه و بعد میریزیم روی کیک. بفرمایید بخوریم. محمد آقا بفرمایید. دستمون درد نکنه، نوشه جونتون. بابای تولد دوم شو داریم بخوریم. آفرین تولد دوم از هم مبارک. آره بابایی هر هفته میخوام براش تولد بگیرم. هر بگیر. هفته یعنی یه روز نبوده یه روز دیگه میگه یه روز دیگه یه روز دیگه خوشمزه است. دست شما درد نکنه. آره خدا رو شکر. همونی که میخواستین شو؟ آره. نوش جونتون. این کیک نقطه‌ای که داره، شما به جای شیر میتونین ماست هم استفاده کنین. بعد این کرمی که من توی این کیک زدم اصلا تخم‌مرغ نداره. یکی از دوستان دنبال کیکی میگشت که دنبال کرمی میگشت که تخم‌مرغ توش نداشته باشه. این کرم بهترین گزینه است. حتما امتحان کنین. خب ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. اگه بار از اول که از کانال من دیدن میکنین ممنون میشم بعد از دیدن این ویدیو کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای بعدی من از دست ندین. منتظر لایک و کامنت های پرنرژیتون هستم. نوشه جان.